Welcome to Hashia TV. سایزا سلام و احترام و امید است که جور ساعت من طرفایتان خیر و خیرتی باشه. یک روزه که چهارشنبه خوب و خوش را آغاز و ختم به خیر کرده باشید. ایزای دل احترام ما از الف تا با تمام پرسنل صفحه انشالله که هر جای هستید جور و ساعت من باشید. ایزای دل در قدم اول شوقیایی که نو به صفحه اضافه شده ما به نوبت خود خوش آمدید میگیم و جهان سپاس از تکاتک شما بزرگوارا که در قسمت برنامه سمع گرفتید، از نظریات نیکتان ما هم یک چیزی آموختیم. جهان سپاس از تک تک شما نازنینا. Welcome to Hashia TV. شوقی گل در قسمت کفترهای امری دوستا و عزیزای ما بزرگوارای ما صحبتهای خدا نداشته و همون جمع‌آوریش هم مثل همیشه در گردن من مونده. عذر از استادا میخواییم، از بزرگای ما میخواییم، اگر پیشتازی میکنیم ما را به بزرگی خود ببخشم. در قسمت برنامه امری من یک چند تا تصاویر قد شما اعضا شریک میسازم، مثل همیشه که یک صحبتی که میکنیم حداقل یک تصویری که باشه، شاید که دوستا بیشتر از همون درکش یک خورده بیشتر شود. در قسمت شناخت کفترها و همینطور تنها کفترهای امری نیست، هر گونه کفترهای ما که باشم انشاءالله کوشش میکنیم که تصاویرهایی را جور بکنیم و باز هم عذر از دوستا و عزیزا و شوقی های ما میخواییم اگر تصاویرهایشان بدون اجازه از صفحات ور میداریم یا چیز میکنیم، چون سر این برنامه صحبت میشه و یک خدمت به میشوق هم میشه که همون صحبت هایی که میکنیم که قد تصاویر گپ زده شوه که عزیزای ما بیشتر بتونه معلومات حاصل بکنه. من یک چند تا تصاویر که شما نازنینا به اشتراک میذارم و انشالله میریم سر صحبت ها یا اوصاف یک کفتر خوب. عزیزای دل امیر قمی که به تصاویر ها میبینید یک سه تا تصاویری از کفترهای امری هست. ما طبق معمول لازم و لنگ و پایچه شروع میکنیم که یک کفتری که از اوصاف خوب برخوردار باشه. در قدم اول باید یک پای خوبش داشته باشه، یک پایچه خوبش داشته باشه و یک سینه ای که میگیم، یک سینه پهن که میگیم، کفتر باید از یک سینه پهن خود برخوردار باشه و سینه پیش برآمدگی، یعنی که از قسمت پیش روی که میبینیم یا از بغل میبینیم، هم سینه کفتر حالتی پیش برآمدگی خود داشته باشه و یک گردن بلند یا گردن لوگ هم داشته باشه. و در قسمت سر میریم، سرش باید چه رقم یک سر باشه، چه رقم یک نول داشته باشه. عزیزای دل زیبایی کفتر که هست تنها به قسمت کفترانه، هر چیز هم رویش زیبا میسازه. یک نول کوتاه و یک نول سفید، یک دماغ خوبیش باید به کفتر باشه. و در قسمت چشم میریم، یک چشم گور باید به کفتر باشم. یک کفتر امری چشمش هرچی که رویش پور شد، ما طبق برنامه هایی که سابق شست کده بودیم، سری صحبت کده بودیم، کفتر هرچی که رویش پور میشه چشمش گورتر شده میره. در قسمت گل سر شروعشی از انتهای دماغ باشم، یعنی که قسمت بینی کفتر به ختم که میشه، قسمتی گردی سر که میه شروعش از همونجه فکر بکنید، یک خطکش به دیستان است، یک خط لیس را میکشید، باید اونمون رقم که خط لیس میکشید خط میشدم پشت سر باید اونمونجا باشه. حال گناه های دیگهش هم هست که خورده پانتر است، دوستا و ویزای ما به نام چادردار یا کشالدار یاد مکنه، مگر شکلی یک اوصاف خوبیش برامو هست که شروعشی از قسمت انتهای دماغ شد و ختم شد لیس همونتی خطی مستقیم باشه به قسمت گل سر. در قسمت گل سر آلمیاییم سر رنگش صحبت میکنیم که چه رقم یک رنگی میتونه که رنگ بسیار یک چیز مهم است به کفترها و به قسمت کفترهای امری. یک رنگ روشن را باید داشته باشه. رنگ روشن یعنی که همون گل سر ست بکنه قد رنگ پشت کفتر، قد رنگ جان کفتر، قد
رنگ پشت بال کفتر ست بکنه. یکان کفتر را میبینیم که از قسمتی گل سر خود روشن است مگر با بال تاریک است. و یکان تا را میبینیم که همشوقی های ما میگه که ولی باید که مثال امی رنگ گل سر قدم و رنگ پشت بال ست بکنه، کفتر را تاریک است. او اوصاف خوبی به کفترهای امری نمیتونه باشه. شوقی گل، ما شما سر روشنایی کفترهای امری صحبت کردیم که کفتر امری اوصاف خوبی را که داشته باشه باید بسیار یک رنگ روشن را به خود داشته باشه. هرچ که رنگش روشنتر باشه اوصاف خوبی از کفتر است، یعنی ثابتی از کفتر نشان میده. نادیده نگیریم که اونم قدری که روشن است کفتر باید به رنگ خود نیل خود داشته باشه. کفتری که نیل نداشت و امری ها جنسایشان شاید میکس باشه و از قسمتی اوصاف پایان میه و یک عیبی است. خیلی کفترها رو میبینی که بسیار یک رنگ روشن خوبی هم داره، مگر این بال کفتره که واز میکنی از زیر پر که میبینی پرا سرخ پر است. نرمال همی 22 دانه پرزی مثل کفترهای سوزای روشنه که اگه بالایش واز بکنیم میبینیم که از امو سر شاپرا تا بادخانه را همه تو سوزی خوبش داره. اونمو رقم از کفترهای امری هم باید اونمو رقم باشه. یکی در قسمت خط بال امری، بعضی از ما شاید خط بال او قدر زیاد چیز نگونم بگه ولی رنگش روشن است، یک نیلی خوبی را به خود داره. کفتر بسیار اوصاف خوبی برخوردار است. خط بال هرچی که سیاتر و باریکتر باشه اما آلت هشتی باشه، یعنی که به خود ایتو پریدگی نداشته باشه، اوصاف یک کفتر امری هست. شوقی عزیز، ما این کفتر اگه پس به صفحه شیر کردم که وقت ما روی خط بال کفتر صحبت میکنیم، این کفتر اگه میبینیم که شاید بسیار یک خط بال خوبی شده داشته باشه مگر این کفتر ناقص است، چون شروع خط بال میبینیم که از نصف بال شروع کرده، یک رنگ سیاه خوبی شده داره به خود، رنگ همون رقم رنگی که صحبت شما میکنیم، باری که خود داره مگر شروعش هم میبینید که از کجا شروع شده و قسمت شروعی همین خط بال یک نسبه کاری به خود در یک قسمت چپن میشه، یعنی بردارتر میشه، یک عیبی برزی کفتر است. اگر همین خط بال یعنی که ما حالت هشتی که میگیم دو تا خطی که بالای امری هست هر دو تایشان از سیاهی خود برخوردار باشه و ای را میبینیم که بسیار یک خط بال خوبی داره، پریدگی نیست و عیبی که برزی هست از نصف بال امیت بال را شروع کردم. اگر این کامل بگیره بسیار قسمت بال زیباتر میشه، یعنی که یک اوصاف خوبی برخوردار میشه این کفتر. در قسمت خط بال حال فهمیدیم که یک اوصاف بسیار خوبی هست با کفترهای امری ما و شما. اینانی که از خط بال ما فهمیدیم، یک بال جمع باید به یک کفتر باشه، یک پر پمی به یک کفتر باشه، یک دنب جمع به یک کفتر باشه، یا کلگیشان یک اوصاف خوبی هست، اوصاف خوبی یک کفتر است. و همونطور یک سینه برداره که گفتیم، یک سینه بردار باشه، یک سینه پیش برآمدگی باشه که در قسمت بست کفتر یک اوصاف بسیار خوبی هست. میاییم روی پای کفتر. پای کفتر ما و شما قسمت چیزش صحبت های خود را داشتیم که چند گونه پایان به کفترها هست که از قسمت کفترهای ساده یا مکلپای، کفترهای پرپای یا کفترهای مشپای، در قدیم مشپای میگفتن حال موزپای میگن، یا در قسمت کفترهای شیرپای، یعنی چند گونه نام ها به قسمت از این کفترها هست. ما خود صحبت های خود سر از داشتیم که آیا پرپایی، موزپایی یا عیب است به کفتر یا اگه اوصاف خوبی هست. در قسمت از این که موزپایی یا پرپایی یا شیرپایی به کفترها میشه گفت که یک اوصاف است یا یکی یک عیب است. خب خیلی دوستا و ایزای ما بعیده هست که کفترها اگر موزه پای شده یا اگر شیر پای شده یا اگر قسمت پوری پایشان
اینا یه غیبی است به کفترا. ولی امروز من میگم که نه، اینا عیب نیستن، چون ما و شما اگر در قدیم عیب بود، در قدیم دوستا و عزای ما که بزرگای ما هست، کفتری که پرپای می بود، پرپای خب معمولا اونقدر چیز نبود، مگر کفترهای مشپای یا موزپای زیاد خوش نمیکرد، اونا به قدیم عیب بود. ما و شما سر کفترها کار کردیم، یک اوصاف خوبی را به کفترها اضافه کردیم. در قدیم اگر بود کفترها، اگر یک موجه سرخ می داشت یا موجهش دیده می شد، امروز ما و شما میگیم هرچی که چشم گورتر باشه، موجه دیدن موجه زیر پر باشه، یک اوصاف خوبیه بر قسمت روی کفترها. موجه گور شد و زیر پر شد، چشم بسیار خورترک شد، در قسمت روی یک اوصاف خوبی هست. و در قسمت لنگ و پایچن، پرپایی یا موزپایی یا شیرپایی، یک اوصاف خوبی هست، یعنی یک زیبایی به کفتر اضافه کردم، یک زیبایی را به کفتر اضافه کردم، یعنی که میتونیم بگویم یک اوصاف خوبی هست. ما شما سرش کار کردیم، کنیمی اوصاف را به می کفتر آوردیم، کفتر ما و شما کفتری شوست، کفتری نمایش است، به نمای از کفتر یک اوصاف دیگر اضافه کردیم. یک اوصاف اضافه هست، اگر کفتر موزپای میشه یا پرپای میشه یا شیرپای میشه، چون نمای کفتر خوب ساخت. ما و شما میبینیم که یک کفتری امری که از پای ساده برخوردار هست، در قسمت لنگ و پایچه که میاییم، و یک کفتری را میبینیم که یا پرپای است یا شیرپای است یا موزپای هست، وقتی بغل هم دیگه قرار میدیم، از نمای پای کفترهایی که پرپای شده شکل خوبی خود داره، یعنی یک نمای خوبی را به خود داره. پس یک اوصاف خوبی هست که به کفتر اضافه شده. شاید خیلی دو سالی اعتراض بکنه که نه، یک عیب است. ما و شما که سر اوصاف یک کفتر کار میکنیم، سر زحمت هم میکشیم، اگر سر قسمت سر روی میاییم، اگر در قسمت قد و بست میاییم، اگر در قسمت رنگ میاییم، قسمت لنگ و پایچش هم اونم رقم، یعنی که از ناخون پایش تا فرق سرش هم باید بسیار ظریف بینی بکنیم. مثل از این میمانه که یک نقاشی را من کنیم، شاید 100 دفعه نقاشی به دل ما نباشه، او را چیر میکنیم، موسو میندازیم، تا یک چیز را که میخواییم اونم رقم جور بکنیم. پس یک اوصاف خوبی هست که ما کفترهای پرپای یا موزپای یا کفترهای امری که برنامه ما روی کفترهای امری هست، ما یک اوصاف خوبی را به می کفترهایی که موزپای و چیز هست، یک اوصاف خوبی هست، عیب نیست. از دید ما و شما که در قسمتی ظریف بینی چیز کفتر هستیم، یک اوصاف خوبی هست. امین قمی که گفتیم یک چشم گوری به کفتر باشه و یک موجی سفید را باید به خود داشته باشه، که نو یک اوصاف های بسیار مهم است که به کفترهای امری یا خاندان شیرازی یا هر کفترهای دیگه هم که هستم، زیبایی به روی پور است، چشم گور است، که چشمش هرچی گورتر باشه و چشتر باشه، و یک موجی سفید را به قسمت خاندان کفترهای شیرازی، موجی سفید را به خود داشته باشه، نمای کفتره زیاد میسازه، یعنی که یک اوصاف مهم کفتر است. و در قسمت کفترهای امری، عزای دل، گل سر مهم است، که شروعش از کجا باشه و ختمش در کجا شوه. ما شما حال فهمیدیم که یک کفتر امری از چی خصوصیات برخوردار باشه که او یک اوصاف خوبی را به خود میتونه داشته باشه، که ما کفتره یک صفت خوبی برش بکنیم. ما تصاویرها را کلن در قسمت کفترهای امری جمع آوری کردیم،
و آل از اوصاف که صحبت میکنیم هر روز به کفتر ها اوصاف اضافه میشه، هرچی ظریفکاری سر کفتر میشه او از یک اوصاف بالای برخوردار میشه. من تصاویر قد شما نازنینا به اشتراک میذارم و جهان سپاس از حوصله‌مندی تکاتک شما نازنینا. یک شبگ خوب و خوش به تمام شما بزرگواران میخواییم. انشاءالله که هر جای هستید جور و سعادتمند باشید. سلام و عرض ادب خدمت یک یک شما دوستا بزرگا اطمینا حاضرین صفحه و دوستای این که بعدا صدای نمیشنوه هم احترامات خدمتتان و یک تشکری خاص از تک تک شما دوستا و یک تشکری خاص دیگه از سید موسوی آقا که جنبندی کرد با ما دیگه در عمرت برکت، در جوانی برکت، در شوقت برکت که معلومات مفید عالمانی دادی و ما خیلی چیزا را آموختیم. یک شب خوب و خوش و تمام دوستا میخوایم به شما. السلام علیکم. سلام و عرض ادب خدمت خودت موسوی سید گرامی، امید از دور صد سلامت باشین و جهان سپاس زنده و سلامت باشین خانه آباد از این که تشریعات امری را بر ما رساندین و معلومات تانه شریف ساخین وقت تانه گذاشتین. زنده و سلامت باشین. جهان سپاس واقعیت که بسیار نکات ارزنده و بارزه امشب آموختیم راجع به کفتره امری. بازم جهان سپاس زنده و سلامت باشین. الله متعال خودش را پناه خود داشته باشید. جهان سپاس جناب انجینر صاحب سید اسد موسوی، از صحبت های عالمانه تجربوی و شوقت که با ما دوستا و عزا شریک ساختین و در برنامه با ما بودین. دوستا و عزا صفحه بروی تان باز است، شما میتونین سوالات تان اگر داشته باشین و یا میخواین که شوق با ما شریک بسازین صحبت های خود کرده میتونین. از حوصله مندی شما یک جهان سپاس. زنده و سلامت باشین، اوقات خوش داشته باشین.